مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق روز گذشته یک شنبه به ایران سفر کرد و با مقامهای ایرانی دیدار و گفتگو کرد. از جمله محورهای صورت گرفته در گفتگوهای دو جانبه میان دو طرف توافق بر سر تسهیل زیارت عتبات عالیات بین ایران و عراق بود. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، بعد از ظهر یکشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، ضمن ابراز خرسندی از سفر وی به ایران گفت: روابط ایران با عراق معمولی و سنتی نیست، بلکه روابط بسیار عمیقی است که ریشه در فرهنگ، اعتقادات و باورهای مشترک دیرینه دو ملت و دو کشور دارد. و امروز مسئولان عالی رتبه دو کشور اراده ای عمیق و جدی برای توسعه روابط در همه حوزه ها دارند. رئیس جمهور ایران با بیان اینکه در گفتگو با نخست وزیر عراق بر تسری در اجرای طرح اتصال ریلی شلمچه و بصره توافق شد، خاطر نشان کرد بهره برداری از این طرح تاثیر زیادی در تسهیل و افزایش مراودات بین دو کشور دارد. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اشتیاق مردم ایران برای زیارت عتبات عالیات و مرقد مطهر امام حسین علیه السلام تصریح کرد: تسهیل سفر از ناحیه دولت عراق و جناب آقای کاظمی و اینکه زائران ایرانی از طرق زمینی و هوایی بتوانند با لغو روادید به سهولت به زیارت عتبات و به ویژه مرقد مطهر امام حسین علیه السلام بروند، اقدامی قابل ستایش بوده است. وی ادامه داد: قرار شد که برای زیارت زائران در اربعین حسینی تسهیلات بیشتری از طرف دولت عراق ایجاد شود و زائرین اربعین با توجه به بهبود وضعیت کرونایی بتوانند با سهولت و آسان از مرزهای هوایی و زمینی به عراق سفر کنند و مشکلات سنوات گذشته برطرف شود. همچنین مصطفی کاظمی نیز در این کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به روابط تاریخی، فرهنگی و دینی ایران و عراق گفت: در جریان گفتگوهای انجام شده، راهکارهای ارتقای سطح روابط دو جانبه را مورد بحث قرار دادیم. کاظمی روابط کشورش با ایران را بسیار مهم توصیف کرد و با اشاره به اینکه دو کشور همچنین توافق کردند تا یک چارچوب زمانی برای تسهیل زیارت زائران ایرانی که قصد دارند در ایام اربعین به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف شوند تنظیم کنند اظهار داشت: تا پیش از این زوار ایرانی فقط می توانستند در فرودگاه های عراق ویزا دریافت کنند، اما در چند هفته اخیر این زمینه را فراهم کردیم که زوار ایرانی بتوانند در گذرگاه های مرزی با سقف مشخصی از نظر تعداد زوار، البته در مقطع فعلی، ویزای ورود به عراق را دریافت کنند. وی تأکید کرد در ایام زیارت اربعین با تمام توان در خدمت زوار خواهیم بود و از آنها استقبال خواهیم کرد. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.